محمد علی هستم از سراب تماس میگیرم. با سلام به مجری محترم و مهمان گرامی برنامه و با درود به جان جانان برادر مسعود و خواهر مریم و کانونهای شورشی جان برکف و قهرمان. از آنجا که سیمای آزادی متکی به مردم ایران می باشد و منابع مالیشون هم توسط هواداران مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت و کانونهای شورشی و مبارزین داخل کشور و اشرف نشانان خارج اقصانقاط جهان تأمین می‌گردد، اخبار واقعی و تحلیل‌هاشون را بدون سانسور و به نفع مردم ایران منعکس و به اطلاع می‌رساند. لذا علاوه بر 500 هزار تومان کمک ماهیانه در مرحله 28 گلریزان سیمای آزادی از 7 میلیون تومان حقوق بازنشستگی هم 4 میلیون تومان و دختر دامادم هر کدوم 3 میلیون تومان جمعاً 10 میلیون تومان به سیمای آزادی و آزادی مردم ایران کمک می نماییم. خواستم یه درود ویژه به تمام مجاهدین و کانونهای شورشی قهرمان در تمام ایران بکنم. واقعا شما مایه امید ما هستین، راه بازکن هستین. تنها راه سرنگونی این رژیم که اینجوری خونخوار هست و اشغالگر در واقع اینه که یکی رهبری، به یه رهبری نیاز داره که ما خوشبختانه اینو داریم با آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی. تشکیلاتی که وجود داره، اشرفیان در آلبانی و مبارزه مسلحانه. واسه من این سازمان واقعا تنها، اینم بدون تعارف میگم، تنها راه نجات کشورمونه، چون اولا یه تشکیلات قوی دارن، یه برنامه 10 مدعی خیلی زیبا دارن. اگه کشورمون میخواد اگه میخواد این رژیم رو سرنگون کنیم و به جاش یه جمهوری دموکراتیک بذاریم جدای بدون شاه و شیخ، قطعا فقط این مقاومت میتونه این کار رو انجام بده. من عیسی هستم از تهران. سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران تلویزیونی است که صدای مردم را انعکاس میده، صدای مردم دردمند و تحت ستم و شر، صدای مردمی را به دنیا میرسونه که از دست این رژیم جنایتکار به تنگ اومدن. سیمای آزادی صدای مردمی است که فریاد میزنه مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. به همین دلیل ما از سیمای آزادی به هر شکلی که میتونیم حمایت میکنیم، چون میخواییم این آخوندها را سرنگون کنیم. من به سهم خودم مبلغ 8 میلیون حقوقی ماه کارگری خودم را به برنامه همیاری تقدیم میکنم به امید پیروزی و آزادی. و از اونجا که همه نکات خیلی خوبی رو گفتم، من فقط خواستم تاکید کنم روی فداکاری های کانون های شورشی و جسارتشون و همینطور بگم که وظیفه ما رسانه ای که صدای کانون های شورشی داخل هست در خارج از کشور رو ما حمایت کنیم تا هم به اون کانون های عزیز داخل ایران اعلام کنیم که تنها نیستن و هم این که رسانه که صدای اونها رو به گوش جهانیان میرسونه رو حمایت کرده باشیم و این کوچکترین کاری که ما میتونیم اینجا انجام بدیم. حداقل کاری ما هم با تمام تلاش یا تمام دارایی که داریم هر سال در این همیاری شرکت میکنیم. خواستم در انتها یک کمک ناچیز، بسیار ناچیز، ولی سعی میکنیم که بیشتر از اینها تلاش بکنیم که تعهد برداریم. مبلغ 10,000 یورو رو تقدیم میکنیم به سیمای آزادی. نمیدونم به رشته کلام از دستم در رفت، ولی واقعا شما بتونید که خیلی برای ما ارزش دارید، هم خود شما مجاهدین خلق ایران، سیمای آزادی و ما با تمام وجود با چنگ و دندون اینجا وای میستیم، از این موضوع دفاع میکنیم و تا سرنگونی رژیم به هیچ وجه کوتاه نمیایم. زنده باشیم. سیمای آزادی با فعالیت‌های شبانه روزیشون
اون هزینه و خونی رو که مردم ایران برای اینکه به آزادی برسن رو کمتر میکنه. پشتیبانی از سیمای آزادی چیزی به جز اثبات مبارزه مردم ایران مخصوصا از زمان صدر مشروطیت به این طرف برای نیل به یک حکومت مردمی فارغ از هر گونه استبداد و وابستگی نیست. در زمانی که تمام همه مماشاتگران و رسانه ها دست در دست هم علیه این مقاومت به سانسور قرن دست دادن، این سیماست که پیام ملت ایران رو بلخص کانون های شورشی رو به دنیا میرسونه. ما الان فکر کنم یه 4 ساعتی بودش که پشت خط بودن. واقعا خواست میخواییم باید ببخشید نشدیم. نه این باعث افتخاره که به هر حال تو صف بایستیم که نوبت اون بشه بتونیم کمک هایی که بچه ها انجام دادن یا خواستن از من براتون بگم. و به درستی سیمای آزادی صدای حق طلبان، صدای آزادی خواهان و صدای تمامی انسان های در بندی است که چشم به راه اومدن مجاهدینی هستند که سالها و سالهاست، بیش از 50 ساله، برای آوردن آزادی به سرزمینمون در تلاش و کوشش هستند. بنابراین وقتی که ما میبینیم توی شرایطی هستیم که هیچ کدام از این رسانه‌هایی که به اصطلاح ادعای میکنن که ما در این اخبار رو بدون دخل و تصرف به سمع شنوندگان میرسونیم، میبینیم که هیچ نوع گزارشی یا خبری از کانونهای جانبرکف شورشی یا از مقاومت مردمی داده نمیشه و این تنها سیمای آزادیه که این اخبار رو به طور واقعی مطرح میکنه. فرق سیمای آزادی اینه که من و شمایی که امروز هموطن پای این سیما نشستی با تمام وجود میاییم برای کمک به این سیما که بازوی توانای انقلاب نوین مردم ایران هست. یه چیزی که هر سال این موقع به یاد من میاد، یاد دکتر کاظم هستش که با اون کاری که کرد تونست مسعود رو برای ما نگه داره و وقتی آدم فکرشو میکنه واقعا که تمام جون و زندگیشون رو در این راه گذاشت. کاری کرد که اگر این کار انجام نمیشد در زمان شاه دیکتاتور خائن ما الان کجا بودیم. روح شاد، یادش گرامی باید که همیشه با ماست. یه نکته رو میخواست فقط عنوان شهادت برای ثبت در سینه تاریخ بگم. سیمای آزادی تلویزیونیه که مدیران، سیاستگزاران، سناریست ها، صحنه آرایان، دکوراتورها، نورپردازان، فیلم برداران، تولیدگران، کارگردانان، گویندگان و مجریان آن حقوق نمی گیرند. رزم‌آورانی هستند که عرصه رزمشان رساندن صدای آزادی به شیفتگان آزادی است و این یکی دیگه از بیانیه های کس نخارد و استقلال مالی این رسانه می باشد. فقط خواستم یک درودی به شیرزنان و کوهمردان در کانونهای شورشی که با آتشهایی که برپا می کنند برای از بین بردن مکانهای جهل و جنایت آخوندهای ضد بشر و راهگشای انقلاب باشند. و سیمای این سیما در مقابل سرنگونی یعنی آگاهی بخش آن راهیه که سرنگونی را متجلی میکنه. غزل هستم از مشهد. سیمای آزادی رو میشه در یک جمله بیانش کرد: نقطه امید مردم ایران. برنامه همیاری یکی از زیباترین برنامه‌های سیمای آزادیه. استقلال مالی این مقاومت رو نشون میده که دستش رو به جز سمت مردم خودش به سمت هیچ دولت و کشور و ابرقدرتی دراز نکرده و نمی کنه. و برای همین هم هست که برادر مسعود از روز اول گفتند کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. دلم می خواد به برادر مسعود و خرمریم بگم هوای توست در جانم که می دارد مرا زنده، ندارم در همه عالم هوایی جز هوای تو. من به عنوان یک کانون شورشی به برادر مسعود و خواهر مریم و همه مجاهدان راه آزادی تعهد میدم
که با فعالیتام که روز به روز بیشتر و بیشترش خواهم کرد، همیشه دست سیمای آزادی رو برای پخش فعالیتامو پر میکنم و با عرض شرمندگی از اینکه وضعیت اقتصادی خوبی ندارم، ولی هر چی دارم برای سازمانم میدم. مبلغ ناقابل 5 میلیون تومان رو تقدیم سیمای آزادی میکنم و به همه هموطنانم در خارج و داخل کشور میگم که همراه شوید عزیزان. اگر قلبتون برای ایرانمون میتپه و آزادی میخواید، باید قیمتش رو بدیم. به امید دیدار در میدان آزادی، در جشن بزرگ آزادی. درود، درود، درود بر رجوی.